در جمهوری یمن درگیری بین معترضان و نیروهای دولتی ادامه دارد، در حالی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور پس از 12 روز تظاهرات اعتراضی مخالفان راه حل مذاکره و اصلاحات را پذیرفته، اما معترضان خواهان کناره‌گیری فوری او از قدرت هستند. علی عبدالله صالح در تازه‌ترین پیام خود گفته است: عندما تتوفر حسن النوايا لدى الجميع. اگر پیشنهادات مخالفان برای همه طرفهای درگیر مفید باشد با آن مسئله‌ای ندارم، حتی اگر ریاست جمهوری را بخواهند حاضر به دادن این مسئولیت به آنها هستم، اما فکر نمی کنم که حتی برای یک هفته بتوانند کشور را اداره کنند. امروز صبح در شهر عدن بر اثر شلیک گلوله سربازان یک نوجوان کشته شد و 4 تن مجروح شدند. از روز پنجشنبه تاکنون 12 تن در جریان ناآرامی‌ها جان باختند. صنعا پایتخت یمن و شهرهای عدن و سعده 3 شهر بزرگ مرکز اعتراضات است.